حرف از آزار جنسی کودکان میشه، چهار ستون بدن پدر مادرها میلرزه. ولی وقتی میگن برای پیشگیری از آزار جنسی باید با کودکتون صحبت کنید و بهش آموزش بدید، خیلی از همین پدر مادرها پاپس میکشن. یا فکر میکنن هنوز زوده که با بچهشون وارد این گفتگوها بشن، یا فکر میکنن حرف زدن راجع به این موضوع خیلی سخت و دشواره، یا نگرانن که نکنه بچه رو بترسونن. اما وقتی بدونید دقیقاً چی باید به بچه‌ها بگید، میفهمید که این مکالمه اصلاً ترسناک نیست. حتی لازم نیست اسمی از آزار جنسی بیارید. فقط باید 5 نکته رو به بچه بگید که به قانون لباس زیر معروفه. به بچه یاد بدید که هر جایی از بدنش که با مایو یا با شورت پوشونده میشد، عضو خصوصی بدنش محسوب میشه و هیچ کس حق نداره ازش بخواد که به عضو خصوصیش دست بزنه یا نگاهش بکنه. بهش بگید اگر کسی ازتون همچین چیزی رو خواست، خیلی محکم بگید نه. بدن تو فقط و فقط مال توه. هیچ کس حق نداره با بدنت کاری کنه که تو دوست نداری. اگه کسی این کارو کرد، حتما به بزرگتر که بهش اعتماد داری میگی. برای بچه مشخص کنید که افراد مورد اعتمادش چه کسایی هستن. نه گفتن حق توه. از نه گفتن نباید خجالت بکشی، نباید بترسی. وقتی بچه نه گفتن رو یاد میگیره، میتونه جلوی هر کسی که میخواد به بدنش دست بزنه بیسته و بگه نه. اصرار کردن، جایزه دادن یا تهدید کردن هیچ کدوم نباید نه بچه رو عوض کنه. راز خوب با راز بد فرق میکنه. راز خوب مثل کادو خریدن برای مامان و باباست که میتونی مخفی نگهش داری. ولی راز بد رازی که تو رو ناراحت، مضطرب یا غمگین میکنه. اگه راز بدی تو دلت داری، حتما به یه بزرگتری که بهش اعتماد داری بگو. رازداری مهمترین تاکتیک فردیه که کودک آزاری میکنه. این افراد معمولا به بچه ها میگن که این یه رازه و باید بین من و تو بمونه. بچه باید بدونه که هر رازی رو با خیال راحت میتونه به یک بزرگتر بگه و اون بزرگتر هم قطعا باورش میکنه. اگه یه وقتی ناراحت بودی، نگران بودی یا ترسیده بودی، حتما به بزرگتری که بهش اعتماد داری بگو. همیشه کمک بخواه. یه نفر هست که کمکت کنه. به بچه اطمینان بدین که داشتن این احساسات منفی تقصیر اون نیست و به خاطر گفتنش هم دچار دردسر نمیشه. اگه هنوز تصور میکنید حرف زدن راجع به این 5 نکته با بچه کار سختیه، یه بار به خودتون یادآوری کنید که با همین گفتگوی ساده میتونید کمک کنید بچه‌تون از آزار جنسی در امان بمونه.